امروز یه بسته هیجان انگیز داریم و گفتم که اجاره دوربین بازش بکنم ببینیم توش چیه. چیز همرامه، میریم برای تست اسپارک. من از دیروز تا الان سعی کردم که یه مقدار سر در بیارم که چجوری کار میکنه. توی خونم روشنش کردم و یه ذره مرش و رفتم برای اتصال کنترلرش. نیاز به کابلای OTG داشت، خوشبختانه یه دونه تو خونه پیدا کردم و الان میشه آیفون رو بهش وصل کرد به کنترلر. کنترلر هم امتحان کردم، کار کرد. خلاصه چیزای اولیه‌ای که لازم داشت رو انجام دادم، ولی خب مسئله اصلی پروازه که اون انجام ندادم. حالا الان قراره که امتحان بکنم. دارم میرم یه جایی که یه ذره فضا باز باشه و بشه کار کردیم. من دارم از فرودگاه دورتر شم، چون اینجا خونه ما نزدیک فرودگاه است. حالا هرچی دورتر بهتر دیگه، کسی بهمون گیر نده. من دفعه اول من اعتماد به نفسم بالا نیست. بریم ببینیم که چه میشه. باد داره و واسه منی که تا حالا پرواز نکردم یه مقدار نظر میاد. من حتی میتونم که شروع کنم به ضبط کردن با این و
خیلی موفقیت آمیزی بود به عنوان اولین پرواز. من خسته نباشید میگم به خلبانان گرامی، اسپارکی گرامی. یه باتری دیگه هم داریم و اون رو هم مصرف خواهم کرد. به ذهنم رسید که اون یکی رو برم و تو دل پلایا بسوزونم، یه ذره از تو خیابون را برم و بگیرم. تلاش میکردن که درون ما رو با تیرکمون بزنن، نه من معلومان اینجا نه، ولی خیلی خوب با اینکه باد شدیدی میومد ولی به نظرم خیلی خوب بود. من حالا کلی فیچر داره این دستگاه که من هنوز اصلا دستی بهشون نزدم، کلی روی تشخیص جسچر، یعنی حرکت دست رو مثلا با انگشت نشون بدی و این رو جوش دا کار کردن براش و اینجوری تبلیغش میکنن که مثلا بتونی با دستت مثلا بگی عکس بگیره. حتی اصلا کنترلر و موبایل هم واسه کنترلش نمیخواد، یعنی خودشو میتونی همجوری روشن بکنی، بیاری شبا عکستو بگیری و جمعش کن. این فیچرهاش هم به نظرم جا داره که دفعه ویدیو درست کنم باش، ولی فقط میخواستم ببینم که توی فضای اینجا چجوری کار میکنه. آره اینم از ویدیو. Thank you.